نقش رستم بزرگترین و معروفترین دیوارنگاره ایرانه و بخش عظیمی از تاریخ ایران روی اون مستند شده. اما روبروش یه ساختمان مکعبی عجیب وجود داره که مردم تا سالها نمیدونستن چه استفاده‌ای داشته. کعبه زرتشت تو دوره هخامنشی ساخته شده، ولی هر سلسله ای که روی کار اومده یک کتیبه از تاریخ خودش روی اون نوشته. سلوکیان، اشکانیان، ساسانیان همه یه سنگ نوشته روی کعبه زرتشت دارن. تا قرنها هم نصفش زیر زمین بوده و همین چند دهه پیش از زیر خاک بیرون اومده. البته این اسم یعنی کعبه زرتشت رو خارجی ها روی این بنا گذاشتن. مردم محلی بهش میگفتن کرنای خانه یا نقار خانه. خارجی های شرق ندیده فکر میکردن هر دینی تو شرق برای خودش یه کعبه داره، لابد اینم مال زرتشتی ها بوده. بعد گفتن نه، اینجا آرامگاه موقت بوده. بعد گفتن آتشگاه یا کتابخونه مقدس بوده. خلاصه هر خارجی اومد یه حدسی زد و یه تاریخ علکی از این بنا برای ما ساخت. آخر سر هم محققای خودمون فهمیدن این بنا یک تقویم تمام سنگی ثابت هست و سازنده های اون به نکات علمی مسلط بودن، مثل جغرافیای نجومی، سال کبیسه، انحراف زمین نسبت به مدار خورشید، تفاوت قطب مغناطیسی با قطب جغرافیایی، مسیر گردش زمین به دور خورشید و خیلی چیزایی دیگه. یعنی تو روزگاری که تو بعضی نقاط جهان هنوز خوندن و نوشتن بلد نبودن، ایرانی ها به علوم مختلف معماری تا نجوم آگاهی داشتند.